رسیدیم به بحث احتمال یا همون اندازگیری شانس توی کتاب اومده که احتمال یه فرمول ساده داره پارسال هم در موردش خوندیم البته خیلی کوتاه فرمول ساده احتمال اینه تعداد حالتهای مطلوب من میمیسم مطلوب به صورت خلاصه به تعداد کل حالتهایی که ممکن هست رخ بده یا کل حالتها مطلوب به کل حالت ها. اینجا داخل داخل کتابم نوشته توی قسمت زدرنگ همون صفحات احتمال رخ دادن یک پیش آمد یعنی یه اتفاق یه چیزی برابر با تعداد حالت های مطلوب حالت های مطلوب به تعداد همه ی حالت های ممکن کل حالت ها. مثلا یعنی چی؟ مثلا اگر یه جعبه ی چیزی مثلا داشته باشیم خب یه جعبه داخلش مثلا چند تا دونه مهره باشه یکی دو تا سه تا چهار تا مثلا چند تا دونه رنگای دیگه هم بگذاریم یکی دو تا سه تا هم از این بعد چهار تا سه تا مثلا یکی دو تا هم سه تا هم از این بگذاریم یکم پرنگشون کنیم که قشنگ خوب واضح ببینید چهار تا دونه سبز داخلشه سه تا دونه هم حالت نارنجی سه تا دونه هم مشکی اگر بخوایم احتمال این رو حساب کنیم اینجوری میشه احتمال مثلا رخ دادن چه پیش آمدی؟ احتمال اینکه رنگ نارنجی ما از اینجا در بیاریم احتمال نارنجی بذار با خود نارنجی بنویسم احتمال آمدن رنگ نارنجی من احتمال نارنجی برابر است با خب کل حالت های مطلوب یا مد نظرمون مطلوب یعنی چیزی که مد نظرمونه چیا هستن چند تا دونه هستن ما نارنجی رو میخوایم میخوایم ببینیم احتمالی که نارنجی در بیاد پس کل نارنجی هایی که اینجا احتمالش هست در بیاد چند تاست یکی دو تا سه تا و کل حالت های ممکن یعنی بجز نارنجی هر چیزی دیگه ای که هست ممکن دستمون رو برم توی جعبه بخوام در بیاریم ممکن هر چیز دیگه بجز اون نارنجی در بیاد اونها کلا چند تا هستن خب میگیم. یکی دو تا سه تا خود نارنجی ها چهار تا پنج تا شیش تا هفت تا هشت تا نه تا ده تا کلن پس احتمال این که نارنجی رو در میشه سه دهم ده هم. سه تقسیم برده میشه سه دهم ده اینجوری همیشه یه قانونی وجود داره که احتمال ما بین صفر تا یک هست بین صفر تا یک یعنی چی یعنی مثلا اگر اینجا شده سهدهم میدونی که سه دهم یه چیزی ما بین صفر تا یکه مثلا اگر نمودارشو بخویم قشن بکشیم اینجا صفر باشه اینجا یک باشه سه دهم میشه حدودا اینجا بین صفر تا یکه پس اون درصدی که خوندیم چطوریه درصد هم که خوندیم همینه ها ما مییایم همین رو ضرو درصد میکنیم یه کمی واضحتر توی چشممون به نظر برسه این سه دهم رو اگه من بیام در صد کنم میشه چقدر سه دهم ضرب در صد دو تا دونه صفر میگیره میشه سی در صد. سی در صد. همون درصدی که میگیم سی درصد منظور همونه سی درصد اینجوریه در واقع این شکلیه کلمه در که میگیم اینگار یعنی ضرب در ولی اینجا تا داخل این درصد گرفتن منظور همون سی تقسیم بر ساعت هست که بیاید نکنید اگه من این صفر رو با این صفر ساده کنم باز میشه همون سده همه خودمون همون سده هم خودمون فرقی نداره پس برای چی ضرب درصد صد میکنیم درصد رو به دست میاریم واسه اینکه تو ذهنمون توی چشممون خیلی راحت تر بتونیم بخونیمش این سی درصد یه مقدار باحالتر و جالبتر از اون سه دهم احتمال سه دهم ما بین صفر تا یک سی درصد بهتر راحت تر و همینه میبینید که داخل احتمال و شانس و درصد هم زیاد استفاده میکنن پس این قضیه درصد هر موقع احتمال رو گرفتین تمام شد اگر خواستید میتونین ضربه در صد کنید که درصدش به دست بیاد وگرنه اجباری نیست مگر خود سوال بهتون بگه مهم اینه که بدونید احتمال همیشه بین صفر تا یکه یا احتمال ممکنه صفر صفر باشه یعنی اصلا غیر ممکنه رخ بده منظور چیه اگر اینجا کلا مهره نارنجی نداشتیم مثلا به جای نارنجی مثلا همین آبیه بذارم مثلا آبی داشتی خب بعد اگر اینجا به همون گفتن که احتمال این که مهره نارنجی در بیاد خب میگیم که نارنجا اینجا وجود نداره وجود نداره یا چند تا دونه است نارنجی وقتی وجود نداره توی ریاضی بهش میگیم چی؟ سفتا دونه سفتا دونه مهره نارنجی اینجا ما داریم یا همون هیچی خودمون هیچی مهره نارنجی وجود داره سفده هم سفده هم میشه همون صفر خالی صفر تقسیم بر ده میشه صفر خالی اگر شک داشتین هم صفر تقسیم بر ده چه چیزی ضرب در ده میشه صفر صفر اینها صفر میبینید <تصف> بهتون ثابت شد این هم شد صفر پس احتمال اینکه مهره نارنجی در بیا تو این وضعیت صفره اون موقع میشه صفر اون موقع دیگه اینا هم نمیخواد اینا هم پاک میکنم وسط اون قضیه در سر. اگه ای خواستین درصد این صفر هم حساب کنیم بازم هم همون کار میکنم همون صفر ضرب در صد برابر است با صفر صد تا صفر تا میشه صفر درصد میبینید چقدر راحته کلا با همون کار میکنیم با همون احتمالی که به دست وردیم ضرب در صد میکنیم درصدش به دست بیاد خب بالاخره صفر درصد به دست هم میبینید بازم احتمال بین صفر تا یکه و اگر اگر مثلا یه جعبه ای داشتیم توش فقط مهره نارنجی بود خب اون موقع اگر گفتن احتمال اینکه دستمون ببریم توی جعبه یه مهره در بیاریم احتمالی که نارنجی باشه چقدره خب همشون نارنجی هن. <applause> میشه چقدر یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا نه تا ده تا دونه مهره نارنجی داریم کل حالتامون چقدره بازم یکی دو تا سه تا چهار تا نه ده بازم ده تا دونه یعنی 10 تا دونه مهره نارنجی داریم کلا هم ده تا دونه اونجاست 10 تقسیم بر ده میشه چی ده تقسیم بر ده میشه چقدر یک کامل که یک رو اگر دوست داشتیم به صورت درصد حساب کنیم بیاد یک ضرب در همون صد خودمون میکنیم میشه چقدر میشه صد درصد شد صد درصد یا همون احتمال یک کامل پس اگر کلمه ای اینجا نکنید اگر این صفر درصد یا صفر رو دیدین احتمال منظور همون صفره اگر صد درصد دیدین یعنی همون احتمال کامل یا احتمال یکه اگر بهتون گفتن احتمالی که این اتفاق رخ بده یک کامله منظور همون صد درصد خودمونه یه وقت با یک درصد قاطیش نکنید متوجه میشین و اینجا هم صفر احتمال صفر با همون احتمال صفر درصد یکیه فرقی نمیکنه صفر و صفر چون صفر درصد در صد بشه بازم میشه صفر متوجه شدین چقدر ساده است پارسال هم در موردش صحبت کردیم ولی چند تا دونه نکته ریز وجود داره اینجا میخوام اینا رو بهتون بگم داخل خود کتاب توضیحات خوبی اینجا داده بخونیدش کامل که کامل این احتمال دستتون بیاد چون جلو تعمیری میگه سری قلهای ریزی داره میخوام اونا رو خوب بلد بشید مثلا پیش آمدی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد بارش برف در آبادان البته تو آبادان خیلی برف می‌بینی خب پیش آمدی که احتمال رخ دادن آن کمتر از یک دوم باشد تعطیلی مدارس در این هفته خلاصه اینجا سوالایی داده احتمالا خودتون داخل کلاس حل کردی اگر هم نه خودتون میتونی فکر کنید در موردش احتمال واسه خودتون مثال احتمال بزنید دستتون بیاد و اینجا رو خودتون حل کنید خیلی راحته میگه اگه عقربه به احتمال این که مثلا روی آبی بیفته میشه چقدر چند تا دونه است یکی دو تا سه تا چهار تا کلا چند تا دونه است اینا چهار تا دونه کلا چند تا دونه است یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا چهار هشتم که اگر بیاین چهار رو تقسیم بر هشت کنید بشه چقدر میشه نیم که اگر این نیم رو بیاین ضرب در صد کنید جواب میشه همون پنجاه درصد خودمون متوجه شدین؟ اینجا هم توضیحاتی داده تمرین بسیار ساده هست در جا ما میخوایم بریم سمت بررسی حالت ممکن چون اصل درس در مورد اینه بررسی حالت ممکن توی بحث بررسی حالت ممکن که بعد از همون قضیه احتمال و اینها هست اگر داخل کتاب نگاه کنید یه توضیحات خیلی کلی داده ولی اصلا ما برای چی بررسی و حالت های ممکن رو میخونیم چرا؟ مشکل چی هست؟ نگاه کنید یا تو میاد ما مثلا یه جعبه ای کشیدیم داخلش یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شیش تا هفت تا هشت تا نه تا ده تا دونه مهره بود حالا با رنگ های مختلف حالا من با سبز زدم همه رو و اینجوری بود درسته بعد ما میخواستیم اینو حساب کنیم مثلا میخواستیم بگیم رنگ نارنجی بلفرز اگر سه تا دونه نارنجی داشتیم اینجوری میکنیم سه تا مثلا از ده تا حساب میکردیم و به دست میامد سی درصد سه ده هم که اگه ضرب درصدش کنیم صد نه هزار میشه سی درصد درصد معمولا ممکنه این ور یا این ور اشکالی نداره بررسی حالت های ممکن برای چیه چرا اینو ازش استفاده میکنیم برخی مواقع ما نمیدونیم کلا چند تا دونه حالت داریم ممکنه بدونیم چی میخوایم ولی نمیدونیم کلا چه اتفاقایی داره میفته و کلا چقدر حالت ممکن وجود داره برای مثال اینجا رو نگاه کنیم دو تا سکه رو ما میخوایم بندازیم خب مثلا الان دو تا دونه سکه است اگر بخوایم این دو تا سکه رو بندازیم احتمال اینکه دوتاشون رو بیفتن چقدر خب اگر ما اینو به یه دانش آموز بدیم که اینو نمیدونه چیکار میکنه میگه خب ممکنه دوتاشون رو بیفتن خب رو و رو ممکنه بیفتن دوتاشون ممکنه پشت بیفتن ممکنه هم یکیش رو بیفته یکی دیگرش پشت بیفته درسته؟ اینجوری میگن بعد میگه خب یه دونه رو و رو میخوام بیفتیم که میشه یک دونه کلن چند تا دونه حالته سه تا دونه حالته سرانجام میشه یک سوم یا همون 33 صدم که اگه ضرب صدش کنیم میشه 33 درصد یه همچین چیزی عذاب در میاد ولی این اشتباهه چرا اشتباهه؟ به خاطر این که کل حالت های ممکنه این علاوه بر رو و رو پشت و پشت رو و پشت پشت و رو هم جزی از حالت هاش هستن که این رو معمولا ما حساب نمی کنیم. حالا این یه مثال بسیار ساده است مثال های بزرگتر اگر بخوایم فقط با چشم نگاه کنیم یا حس کنیم خیلی مواقع بسیاری از حالت های ممکن رو کم حساب میکنیم مثلا میگم اگر ده تا دونه حالت ممکن داشته باشیم ما فقط 6 داشته ممکنه ببینیم و بقیهش رو متوجه نشیم حساب نکنیم بعد علکی یه درصدی به دست بیاریم، اون درصدی که به دست میاد واسه احتمال کاملا اشتباه عذاب در میاد هدف ما الان پیدا کردن همه حالت های درست حسابیه الان میخوایم اینو یاد بگیریم که چجوری این رو ما بتونیم درجا متوجه بشیم بدون این که بخوایم خیلی زیاد فکر کنیم و اینها اگرم بخوام اینو حساب کنم اینجوری میشه یک تا دونه که رو به رو از چند تا دونه است یکی دو تا سه تا چهار تا یک چهارم میشه که اگر حساب کنیم میشه 25 صدم یا همون 25 درصد احتمالش کمتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم یه سوال داخل کتاب همینطوری هست بررسی حالت ممکن گفته مثلا یه جبهی داریم و مثلا توش پر شاخه, شاخه گل هست صورتی و قرمز و سفید و اینها میخوایم دو تا دونه هم تو تصادفی از تو اون جبه برداریم احتمالی که مثلا فلان بیاد چقدره احتمالی که فلان بیاد مثلا صورتی و قرمز در بیاد احتمالش چقدره خب میخوایم اینا رو کنیم دو تا میخوایم برداریم همه هم به صورت تصادفی یا همون شانسی میخوایم برداریم ببینید چقدر در میاد احتمالاتمون نکن واسه این که بررسی حالت ها ممکن کنیم این جدول معروفی اساسی اون دوتا حالتی ها خیلی راحت از آن در میاد چجوری من حساب کنم جدول رو اینجوری ازش استفاده میکنیم میگیم که خب اگر این اولیه هست مثلا خب این دومیه مثلا اینجا اولین شاخه گل برمی داریم اینجا هم دومی همزمان هم, هم برمی داریم مثلا خب اگر اینجوری باشه اولی ممکن سفید بیفته اولی ممکن سفید بیفته دومی ممکن سفید بیفته اینجا می‌نویسمش اولی ممکن سفید بیفته، دومی هم ممکن سفید بیفته. یعنی سفید و سفید. متوجه شد این چی کار کردم؟ اینجا سفید، سفید. اینجا اولی قرمز میشه، دومی سفید میشه. پس میشه قرمز، سفید. اینجا صورتی میشه اولی، بعدش میشه سفید. پس میشه صورتی، بعدش میشه سفید. صورتی، سفید. اینجا چی؟ میشه صورتی و قرمز صورتی و قرمز اینجا چی؟ میشه قرمز و قرمز قرمز و قرمز اینجا چی؟ میشه سفید و قرمز سفید و قرمز متوجه شدین؟ اینجا چی؟ میشه سفید و صورتی سفید و صورتی اینجا میشه قرمز و صورتی قرمز و صورتی اینجا هم میشه صورتی و صورتی صورتی و صورتی برای مثال اگر سوال از اون پرسیدن گفتن احتمال این که مثلا برداریم و دوتاش قرمز از آب در بیاد اون موقع چقدره من براتون میرسم احتمال این که احتمال هر دو قرمز باشه احتمالی که هر دو قرمز باشه چون که الان میدونیم چند تا دونه حالت داریم و احتمال قرمز مثلا چند تا دونه از حالت هست خیلی واسه راحتتره راحت بخوایم حسابش کنیم و درصدش رو به دست بیاریم و احتمالش رو حساب کنیم خب برای اینکه من قرمز رو به دست بیارم اینجوری میشه قرمز چند تا دونه قرمز قرمز داریم خودش گفته احتمال که هر دو قرمز باشن قرمز قرمز فقط فقط اینجا داریم قرمز قرمز اینجا چند تا دونه قرمز قرمز داریم کلا یک دونه نه که بگید یه دونه قرمز دو تا دونه قرمز داریم دو تا دونه قرمز میشه نه از این احتمال این الان یه دونه احتمال این الان احتمال یه دونه است این یه دونه هر خونه احتمال یک اتفاق یک اتفاق چون دو تا گل رو همزمان ما برمیداریم درسته اینجوری نیست یکی برداریم بعد یکی برداریم بعد یکی هیچ 18 تا دونه بر نمیداریم نه نه تا دونه دو تایی برمیداریم حالا این یک دونه برداشتیم قرمز قرمز از چند تا دونه احتمال است یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا نه تا هر کدوم از این خونه احتمال رخ دادن مثلا یه اتفاقو داره به اون میگه یک دونه از نه تا که اینم اگه بخوام دستش بدم میتونیم می حساب کنیم می یک تقسیم بر نه یک تقسیم بر نه یه صفر میدیم یه ممیز میزنیم یک نه تا نه تا دوباره یک میفته میشه یک 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 یه همچین چیزی میشه میشه حدوداً یازده صدم که اگر بخوایم درصدش رو حساب کنیم میشه ضرب در 100 میشه 11 درصد درصد رو بزنم 11 درصد یه همچین چیزی حدودا به دست میاد ولی اگر مثلا سوال از اون پرسه نکنیم ببین چه جوری سخت سخت میشه مثلا اگر بهمون به گفتن که احتمال اینکه یکیش سفید در بیاد یکیش صورتی در بیاد مهمم نیست حالا اولی صورتی باشه اولی سفید اینجوری مهم نیست فقط که یکی سفید باشه یکی صورتی احتمال که اتفاق در بیفته چقدره ما میگیم خب حالت مطلوبمون اون چیزی که مد نظرمون یکی سفید یکی صورتی کدوم است یکی سفید یکی صورتی سفید و صورتی سفید 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 صورتی آها اینجا یه دونه داریم خب یه علامتی بزنم دیگه سفید صورتی کجا داریم آها اینجا هم سفید صورتی داریم دو تا دونه داریم دو تا دونه یکی دو تا. از کلا چند تا از کلا حالت هایی که احتمال رخ بده 9 تا دون است حالا اگر بخوایم اینو حساب کنیم میشه دو نهم نه که اگر بخوای حساب کنیم حدودا میشه 22 صدم دو برابر از اون بیشتره ضرب در صدش کنیم میمونه میشه 22 درصد متوجه شدین نه کنید خیلی از سوالای احتمال دیگه مثل سکه ها اونقدر راحت نیستن خیلی سخت میشن برای همین باید از این استفاده کنیم تا بتونیم اون سوالای سخت رو راحت حل کنیم برای همین از این بررسی حالت های ممکن استفاده میکنه حالا نه کنید سوال های سختتر هم بهتون میدم نه کنید به چجوری از چه روشی استفاده میکنیم.